درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. جدال میان نزدیکان جلیلی و قالیباف، دو نامزد اصولگرایان، درباره کنارگیری یکی از آنها به نفع دیگری اوج گرفته است. عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط توماج صالحی شد. آمریکا شبکه پولشویی سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی را تحریم کرد. همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فرماندهان ارتش را به تلاش برای انجام یک کودتای نظامی متهم کرد. نخست وزیر هلند به عنوان دبیرکل جدید ناتو انتخاب شد. گزارش ها حاکی از شیوع گسترده بیماری وبا در افغانستان در پی وقوع سیلاب است و 5 تن در سیل سوادکوه مفقود شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 26 ماه جون 2024 میلادی برابر است با 6 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. به فاصله کوتاهی بعد از پایان مناظرات انتخاباتی نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، جدال میان نزدیکان سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف، دو نامزد اصولگرایان، درباره کنارگیری یکی از آنها به نفع دیگری در شبکه‌های اجتماعی اوج گرفته است. در حالی که مدت هاست چهره های اصولگرا میگویند که باید بین نامزدهای منتسب به این جریان ائتلاف و وحدت ایجاد شود تا به باور آنها تشتت آرا به شکست این گروه مقابل مسعود پزشکیان نامزد جریان اصلاح طلبی منجر نشود، قالیباف و جلیلی هر دو بر ادامه فعالیت های انتخاباتی خود تا آخر تاکید می کنند. سعید جلیلی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی 3 نامزد اصولگرایی هستند که در مناظره های انتخاباتی و اظهارات تبلیغاتی خود بارها ضمن تعریف و تمجید از دولت ناتمام ابراهیم رئیسی بر ادامه راه او تاکید کردند. با این حال محمد باقر قالیباف دیگر نامزد اصولگرایان به صراحت 3 نامزد یاد شده از دولت رئیسی که شهید خدمت نامیده می شود حمایت نکرده و مصطفی پور محمدی و مسعود پزشکیان هم به انتقاد محدود از دولت 13 پرداختند. شماری از هواداران جلیلی از جمله حمید رسایی نماینده پیشین مجلس توپ را در زمین قالیباف انداختند و نوشتند که جبهه انقلاب منتظر اعلام کنارگیری او برای رسیدن به وحدت است. وبسایت انتخاب هم به نقل از یکی از نزدیکان محمد باقر قالیباف نوشته است که جلیلی در مشهد انصراف خود را به نفع قالیباف اعلام خواهد کرد. قالیباف شامگاه سه‌شنبه با انتشار ویدیویی گزارش ها در خصوص انصراف خود در انتخابات روز جمعه را رد کرد و گفت این طبیعتاً شایع است، همیشه از این بحث ها وجود دارد، خیر، این راه را دنبال می کنم و یک وظیفه ملی است. قالیباف تصریح کرد اگر جدی نبودم رئیس مجلس بودم و می توانستم همونجا باشم. حساب کاربری منتسب به سعید جلیلی در شبکه اجتماعی ایکس هم بعد از پایان آخرین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در روز سه‌شنبه با انتشار پیام کوتاهی نوشت مصمم ایستادم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون برنامه 5 ساله هفتم را برای اجرا به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد. این قانون که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده روز سه‌شنبه 5 تیر ماه به دولت ابلاغ شد. پیش از این موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان در این قانون بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف بود و مجمع تشخیص چندی پیش نظر خود را درباره آن اعلام کرد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص در سال اول اجرای برنامه پنجم متناسب سازی حقوق بازنشستگان به میزان 40% انجام خواهد شد. بعد از ابلاغ این قانون علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت از این پس مبلغی به عنوان علل حساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. به گفته او تعیین میزان دقیق افزایش حقوق بعد از صدور احکام جدید صورت خواهد گرفت.
شامگاه سه‌شنبه پنجم تیر ماه سیل در سوادکوه استان مازندران جاری شد که تاکنون 5 تن در پی آن مفقود و 24 تن مصدوم شدند. وضعیت هشدار نارنجی درباره احتمال بارندگی های سیل‌آسا در مازندران و چندین استان دیگر همچنان برقرار است. غلام علی فخاری مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان مازندران بعد از ظهر روز چهارشنبه خبر داد که تعداد افراد مفقود شده در سیل سوادکوه به 5 تن افزایش یافته است. او پیشتر از مفقود شدن دختری 15 ساله و زنی 45 ساله خبر داده بود. به گفته فخاری 30 روستا در سوادکوه تحت تاثیر سیلاب قرار گرفتند. عملیات امداد و نجات همچنان در منطقه ادامه دارد و هنوز جزئیات دقیقی از قربانیان احتمالی و خسارات سیل منتشر نشده است. در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران مدعی کاهش سوزاندن گاز در مشعل‌ها شده، آمارهای جدید بانک جهانی و شرکت بی پی بریتانیا نشان می‌دهد که تلفات گاز ایران به 21 میلیارد متر مکعب رسیده است. ایران به خاطر عدم نصب تجهیزات جمع‌آوری گاز که همراه با نفت از میادین نفتی استخراج می‌شود، این فرآورده طبیعی را در همان مرحله تولید در مشعل‌ها سوزانده و هدر می‌دهد. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که مشعل سوزی گازهای همراه نفت ایران در سال 2023 با ثبت یک رکورد تاریخی به 21 میلیارد متر مکعب رسید که این رقم عظیم معادل 40% از کل گاز مصرف فی ترکیه در سال گذشته است. مشعل سوزی در ایران در سال گذشته نسبت به سال 2022 جهشی 19% را نشان می‌دهد. سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس خواستار آزادی فوری توماس صالحی، رهبر معترض ایرانی شد. این نهاد حقوق بشری گفته است که مقامات جمهوری اسلامی باید به جای طولانی کردن روند قانونی پرونده علیه توماس صالحی، او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. عفو بین‌الملل به خبری که وکیل توماس صالحی روز شنبه دوم تیر ماه اعلام کرد اشاره کرده که گفته بود شعبه 239 دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم محکومیت و اعدام توماس صالحی را به اتهام افساد پلارض که از سوی دادگاه انقلاب صادر شده بود لغو کرده و پرونده برای بررسی به دادگاه بدوی فرستاده شده است. عفو بین‌الملل تاکید کرده که توماس صالحی به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حق حقوق بشر خود حتی نباید به صورت خودسرانه توسط جمهوری اسلامی بازداشت می‌شد، چه برسد به اینکه تحت نقض مکرر حقوق بشر قرار بگیرد. لغو حکم اعدام توماس صالحی، رهبر معترض ایرانی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، با استقبال فعالان سیاسی و حقوق بشری همراه شد، اما آنها نیز تاکید کردند که باید به اتحاد و ادامه فشار بین المللی به جمهوری اسلامی برای آزادی توماس ادامه داد. علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با معاون وزیر خارجه روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روابط تهران و مسکو را راهبردی توصیف کرد و در این راستا از نهایی شدن پیشنویس معاهده جامع مشارکت راهبردی دو کشور ابراز خرسندی کرد. علی باقری با اشاره به اهمیت و اهتمام سران دو کشور به تعمیق و گسترش روابط تاکید کرد که تغییر دولت در ایران خدشه‌ای به این روی کرده راهبردی جمهوری اسلامی ایران وارد نخواهد کرد. وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه گزارش داد که 5 مقام اسرائیلی و آمریکایی به این روزنامه گفتند که اسرائیل و ایالات متحده برای از سرگیری نشست مشترک درباره ایران در ماه جولای توافق کردند. این نشست استراتژیک هفته گذشته بعد از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دولت آمریکا را به عدم ارسال تسلیحات به اسرائیل متهم کرد، توسط کاخ سفید لغو شد. آنطور که اکسیوس نوشته، آمریکا و اسرائیل اختلافات خود را کنار گذاشته و بر سر ادامه نشست استراتژیک درباره ایران توافق کردند. مقامات ارشد اسرائیلی و آمریکایی به اکسیوس گفتند که تاریخ دقیق نشست تعیین نشده، اما قرار است که در اواسط جولای و پیش از سخنرانی برنامه ریزی شده نتانیاهو در کنگره در 24 جولای برگزار شود. به
بینندگان عجبان در این لحظه توجه شما را به پایم های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ایالات متحده روز سه‌شنبه 5 تیر ماه تحریم هایی را علیه نزدیک به 50 نهاد و افرادی که متهم به انتقال میلیاردها دلار به نفع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند اعمال کرد. به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت افرادی که تحریم شدند یک شبکه بانکی در سایه هستند که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن استفاده می‌کنند. وزارت دفاع و سپاه پاسداران هر دو تحت تحریم‌های آمریکا هستند. وزارت خزانه داری آمریکا گفت این شبکه به وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کمک کرد که از سال 2020 میلادی به نظام مالی بین المللی دسترسی پیدا کنند و معادل میلیاردها دلار را پردازش کنند. به گفته منابع محلی، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه 6 تیر ماه چندین منطقه در غزه را بمباران کرد. درگیری‌های شدید شب گذشته در رفح به اوج خود رسید. شاهدان عینی گزارش دادند که جنگ در منطقه تل السلطان در غرب رفح شدت گرفت و تانک‌های اسرائیلی تلاش کردند که به سمت شمال پیشروی کنند. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ارتش اسرائیل مدعی شد که یکی از نیروهای حماس که مشغول قاچاق اسلحه در مرز بین رفح و مصر بود را هدف قرار داده است. همچنین نیروی هوایی اسرائیل در شب گذشته ده‌ها هدف شامل افراد مسلح، تأسیسات نظامی و ورودی‌های تونل‌ها را بمباران کرد. حماس و جهاد اسلامی هم اعلام کردند که با خمپاره و موشک‌های ضد تانک به مواضع ارتش اسرائیل حمله کردند. اسرائیل در شمال غزه به چندین منطقه از جمله شهرک بیت لاهیا حمله کرد که منجر به کشته شدن 4 فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر شد. همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل فرماندهان ارتش را به تلاش برای انجام یک کودتای نظامی متهم کرد. هارس روز سه‌شنبه نوشت که سارا همسر نتانیاهو یک هفته قبل در دیدار با شماری از نمایندگان خانواده‌های اسرای اسرائیلی اظهار داشت که به فرماندهی ارتش اعتماد ندارد، زیرا ژنرال‌های ارشد اخبار نادرست در مورد همسرش را
به شکل سیستماتیک و نامحدود در مطبوعات درس می دهند. سرا در واکنش به اعتراض یکی از حضار ضمن بیان مکرر این اتهام علیه ارتش تاکید کرد که تلاشی جدی برای انجام یک کودتای نظامی در کار است. اوکراین مذاکرات با اتحادیه اروپا را برای عضویت در این بلوک از روز سه‌شنبه پنجم تیر ماه آغاز کرد. روندی که ممکن است سالها طول بکشد و روسیه بارها سعی کرده که از آن جلوگیری کند. این مذاکرات حدود یک دهه بعد از آن انجام می شود که روسیه شبه جزیره کریمه اوکراین را تصرف کرده و به خاک خود الحاق کرد تا کیف را از گسترش رابطه با غرب باز دارد. روسیه و اوکراین در آخرین مبادله دوره‌ای در جنگ 28 ماهه خود 90 اسیر جنگی از هر سو را تحویل دادند. امارات متحده عربی به عنوان واسطه بر این تبادل اسیر نظارت کرد. تبادل اسرا میان دو کشور در شرایطی رخ داده که دادگاه کیفری بین المللی روز سه‌شنبه حکم بازداشت وزیر دفاع سابق روسیه و رئیس ستاد ارتش روسیه را به دلیل حمله به اهداف غیر نظامی در اوکراین صادر کرد. دادگاه سرگی شویگو و ژنرال سرکرده روس والری گراسیموف را به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که بیشتر سربازان روس آزاد شده سربازان خصوصی و گروهبان بودند. محاکمه ایوان گریشکوویچ روزنامه‌نگار آمریکایی و خبرنگار وال استریت جورنال که در روسیه بازداشت شده روز چهارشنبه ششم تیر ماه پشت درهای بسته آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها خبرنگاران پیش از شروع جلسه دادگاه موفق شدند که آقای گریشکوویچ را که موهای سرش تراشیده شده بود ببینند. این روزنامه‌نگار بیش از یک سال است که به اتهام جاسوسی زندانی است. دفتر دادستانی کل روسیه گریشکوویچ را متهم کرده که به دستور CIA مشغول جمع‌آوری اطلاعات محرمانه در مورد اورال واگانزاوود، یک تأسیسات تولید و تعمیر تجهیزات نظامی در ناحیه سوردوفسک در روسیه بوده است. اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مارک روته نخست وزیر فعلی هلند را روز چهارشنبه ششم تیر ماه به عنوان دبیرکل جدید ناتو انتخاب کردند. هفته گذشته کلاس یوهانیس رئیس جمهوری رومانی از رقابت با آقای روته انصراف داد و نخست وزیر فعلی هلند تنها نامزد جایگزینی ینس استولتنبرگ دبیرکل فعلی ناتو شد. استولتنبرگ برای بیش از یک دهه این سمت را در اختیار داشت و بعد از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه 2022 دست سمت خود ابقا شد. مهمترین چالش پیش روی ناتو ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و نامشخص بودن رویکرد ایالات متحده آمریکا به پیمان آتلانتیک شمالی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال است. حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند که با یک پروند موشک بالستیک کشتی MSC سرابی را در دریای عرب هدف قرار دادند و مسئولیت این حمله را که روز گذشته انجام شده بود بر عهده گرفتند. مرکز اطلاعات دریایی مشترک دریای سرخ و خلیج عدن روز دوشنبه خبر داده بود که این کشتی که با پرچم لیبریا تردد می‌کند در دریای سرخ هدف حمله موشکی قرار گرفته، اما موشک به آن اصابت نکرده است. به گفته این نهاد کشتی مورد اشاره احتمالاً به این دلیل مورد حمله واقع شده که حوثی‌ها آن را مرتبط با اسرائیل دانستند. برندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها.
دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ویست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، ویست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در ویست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسپاز زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفاف سازی و جوان سازی صورت، بوتاکس های درمانی، آزمون سازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاز تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، روز چهارشنبه بعد از پذیرش یکی از اتهامات خود در خصوص نقض قانون ضد جاسوسی در دادگاهی در سایپان، از قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام آزاد شد. آسانج بعد از آزادی عازم استرالیا شده است. او در جلسه 3 ساعته دادگاه به یکی از اتهامات جنایی خود، یعنی توطئه برای دستیابی به اسناد طبقه بندی شده دفاع ملی آمریکا و افشای آنها اعتراف کرد. بنیانگذار ویکی‌لیکس با این حال تاکید کرد که متمم اول قانون اساسی آمریکا از این اقدامات او حمایت می کند. ارتش کره جنوبی از پرتاب ناموفق یک موشک مافوق صوت همسایه شمالی خود در صبح روز چهارشنبه 6 تیر ماه خبر داد. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با انتشار بیانیه اعلام کرد که موشک پرتاب شده در ساعت 5:30 بامداد از نزدیکی پایتخت کره شمالی در ارتفاع 100 کیلومتری و با طی 200 کیلومتر مسافت در هوا منفجر شد. این بیانیه میگوید موشک یاد شده با سوخت جامد به سمت آبهای شمال شرقی شلیک شد، اما پرتاب با شکست مواجه شد و بر فراز آبهای شهر ساحلی ونسان در شرق کره شمالی منفجر شد.
گزارش ها حاکی از شیوع گسترده بیماری عفونی وبا در افغانستان در پی سیلاب ها و قطع دسترسی مناطقی از کشور به آب آشامیدنی سالم است. سازمان جهانی بهداشت شمار مبتلایان به بیماری وبا در افغانستان را 47,000 تن اعلام کرده است. سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته اعلام کرده بود که در سال جاری و تا کنون دست کم 25 تن در افغانستان به خاطر ابتلا به وبا جان باختند که بالاترین رقم در جهان است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شکرتی. روزتون خوش. رو براتون آرزو میکنم.